حدود دو دهه پیش سنی‌های تندروی القاعده سرشناسترین و مخوفترین شبکه تروریستی جهان به شمار می اما پس از مرگ اسامه بن لادن سرکرده ی القاعده و انتشار اخباری در مورد مرگ ایمن الزواهری جانشین بن لادن و نیز گذشته بیش از 20 سال از دوران اوج این شبکه تروریستی حالا القاعده به شبکه ضعیف تبدیل شده که در کمتر نقطه از جهان نفوذ دارد. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه فرمایید. روزنامه الشرق الاوسط با انتشار گزارشی مفصل درباره وضعیت امروز سنی های تندرو القاعده پرداخته و نوشت این سازمان در برهه فعلی به دلایل مختلف و مهمترین آنها ناتوانی و عدم قدرت دیگر قادر به تکرار حملات بزرگ گذشته خود در سطح جهانی نیست می توان گفت که در شرایط فعلی پروژه جهانی اسامه بنلادن بنیان گذار این سازمان افول کرده و از بین رفته و شاخه های آن در کشورهای مختلف بر اقدامات و عملیات در داخل همین کشورها متمرکز شدهاند. و مشغول مشکلات عدیده خود هستند و برای بقا میجنگند و رهبری مرکزی القاعده نیز دیگر قادر به سازماندهی شاخه های وابسته به خود نیست. الشرق الاوسط در ادامه ی این گزارش نوشت با نزدیک شدن به اولین سال روز اعلام کشته شدن ایمن از زواهری رهبر القاعده در حمله هوایی آمریکا در اواخر جوان 2022 میلادی در پایتخت افغانستان این سازمان امروز عاجز از تکرار حملات تروریستی بزرگ خود است علاوه بر این به نظر می رسد که شاخه های القاعده در کشورهای مختلف نیز از استراتژی زمان اسام بن رهبر سابق این سازمان که از آن به عنوان استراتژی دشمن دور نام برده می شود عقب نشینی کردند و همچنین پس از سپردن رهبری آن به سیف العدل برخی گروه های وابسته به القاعده خواستار منحل کردن این سازمان شدند. سالهای اولیه هزاره جدید میلادی شاهد تغییر اساسی در شیوه فعالیت گروه های افراتی در تعدادی از کشورهای عربی بود. در دهه نود قرن گذشته هدف این گروه ها صرفاً محلی و بر سرنگونی نظام های حاکم با ادعای مرتد بودن آنها متمرکز بود. در نیمه دوم همین دهه مشخص شد که این گروهها ها نتوانستند به هدف خود دست یابند بنابراین از نظر نظامی شکست خوردند هسته های آنها متلاشی شد و بسیاری از رهبران ارشد این گروهها ها دستگیر یا کشته شدند این اتفاق برای گروه اسلامگرای مسلح در الجزایر گروه مبارز اسلامگرا در لیبی و گروه جهاد و گروه اسلامی در مصر رخ داد این شکست با ورود سازمان القاعده به خط همزمان شد اسام بن لادن رهبر این سازمان در سال 1996 میلادی پس از عدم استقبال از وی در سودان بار دیگر وارد افغانستان شده بود همین اتفاق در مورد ایمن از زواهری رهبر گروه جهاد در مصر که او نیز از سودان تبعید شده بود رخ داد و او پس از ناکامی در رسیدن به چچن به عنوان اولین هدف خود در افغانستان مستقر شد بن از مقر جدید خود در افغانستان تلاش کرد تا گروه های شکست خورده را متقاعد کند که در یک پروژه و جنگ جهانی به او ملحق شوند جنگی که دیگر هدف آن نظام ها و رژیم های محلی نبود بلکه هدف آمریکایی ها و به طور کلی غرب بود که تحت عنوان استراتژی هدف قرار دادن دشمن دور قبل از دشمن نزدیک معرفی شد پروژه جهانی القاعده فوریه 1998 و با تأسیس جبهه بین برای مبارزه با یهودیان و صلیبیون راه اندازی شد و علاوه بر القاعده گروه جهاد مصر و بخشی از گروه اسلامگرای مصر جناه رفاعی تاها و گروه های دیگر در جنوب شرق آسیا نیز در آن حضور داشتند چند ماه بیشتر از تشکیل گروه مذکور نگذشته بود که اجرایی کردن طرح خود برای هدف قرار دادن آمریکایی ها را با بمباران سفارت خانه های واشنگتن در نایروبی و داروسلام در اوت 1998 انفجار ناف شکن یو اس کول در سال 2000 در سواحل یمن و حملات 11 سپتامبر 2001 در نیویورک و واشنگتن آغاز کرد اما اکنون میتوان گفت در کمترین موقعیت از قدرت این شبکه قرار دارد علی اکبری اخبار شیه. ساعتی قبل گفتگوی داشتم با سی سراج میردامادی روزنامه نگار ساکن فرانسه و از ایشان پرسیدم علت افول پروژه جهانی القاعده چیست؟ آیا صرفا حملات هدفمند نظامی آمریکا و اطلاف غربی القاعده را به اینجا رساند یا علل و عوامل دیگری هم داشت؟ با هم بشنویم با سلام خدمت جناب و تمام مخاطبان اخبار شیعه و شبکه امام حسین علیه السلام در پاسخ به پرسش اولتون باید ارز کنم که علت اصلی شکست پروژه جهانی القاعده حملات نظامی آمریکا و متحدان غربیش بوده البته ولی تمام دلیل شکست این نیستش در مقطع سال 2001 که اون حمله اصلی القاعده به برج های دوقلو انجام شد هنوز شبکه های مجازی و اینترنت گسترده وجود نداشت و رسانه های جهانی به ویژه رسانه های غربی در نزد مردم کشورهای اسلامی اون اعتبار و اون نفوذ رو نداشتن و مردم کشورهای اسلامی به اونها بی اعتماد بودن و مجموعه تحقیرها و تبعیزها و فشارهایی که چه به مجامع اسلامی در غرب و چه به کشورهای اسلامی وارد شده بود تونسته بود یه بحانه ای بده به شبکه القاعده و سایر سازمان های تروریستی سنی های افراتی که بتونن از بین جوانهایی که احساس تحقیر و تبعیض و تزیغ و فشار میکردن سربازگیری کنن و حس در واقع قرب ستیزی رو عاملی قرار بدن برای اینکه بتونن اونها رو تشویق کنن به حملات انتحاری و حملات تروریستی علیه قرب و منافع اونها و شهروندان اونها ولی به مرور که شبکه های مجازی ایجاد شد و اینترنت گسترده شد و مردم توی گوشی هاشون و توی کامپیوتر خونگیشون دسترسی به اطلاعات در واقع ناب و خالص و در واقع اطلاعاتی که از طریق کانال های رسانه های غربی که بی اعتبار بودن و بی اعتماد بودن مردم به اونها نمی رسید ولی اطلاعات صحیح و درستی بود به دستشون رسید و از جنایات القاعده و خیانت و کارهای خلافی که اینها میکردن آشکار شد براشون و عملا اعتماد مردم و به ویژه جوان که در غرب بودند و اینها رو تونسته بودند نا جذب کنند و ببرند و عملیات های تروریستی خودشون به کار بگیرند بخش عمده ای از اینها ریزش کرد و آگاهی ها هرچی آگاهی بالاتر رفت اسلام اوموی و اسلام سنی های تند پایگاه کمتری پیدا کرد و حملات نظامی هم البته موثر بود در این زمینه و سوال دوم از ایشان پرسیدم آیا امکان و احتمال دوباره سربرآوردن این پروژه وجود دارد در چه صورتی دوباره القاعده و سازمان های تروریستی سنی های افراطی امکان پیدا می کنن دوباره عضوگیری گسترده داشته باشند و به عملیات های تروریستی خود مجددا بپردازند با هم بشنویم بله متاسفانه این احتمال و این امکان حتما وجود داره که دوباره این پروژه و این فتنه در واقع سنی های افراتی برای اثرگیری این سازمان های تروریستی دوباره سر گرفته بشه و دوباره اینها رشد کنن اما ها و اگرهایی وجود داره و مهمترین مسئلهش اینه که این خطای تاریخی و استراتژیکی که قرب سالها مرتکب شده و بین اسلام عموی و اسلام سنی های تندرو با اسلام علوی و تشیع ناب تفاوتی نگذاشته و همه را با یه چشم رونده اگر از این خطای استراتژیک دست بردارن که خیلی بعید میدونیم به چنین بینش و بصیرتی رسیده باشه دنیای تندروی غرب و بدونن که با فشار بر مسلمان ها ایجاد تزیق و ایجاد تحقیر و تبعیض نسبت به جامعه مسلمانان به ویژه در غرب خودشون تبدیل میشن به یک کارخانه تولید افراطیگرایی اسلامی که متاسفانه این تغییر محسوسی در رفتار و منششون و نوع نگاهشون و تفاوت گذاری بین اسلام اموی و اسلام اهل بیتی و اسلام شیعی و اسلام علوی نمیبینیم و اگر این ادامه پیدا بکنه دست کم در فضای مجازی همچنان گروه های سنی تندرو به تلاش خودشون و برای تاریخ سازی و تخریب اهل بیت تخریب امامان شیعه می مسلم حتی اگر اون عملیات های تروریستی گسترده گذشته رو نداشته باشن دست کم به تخریب ها و تاریخ جعل تاریخی میپردازن و جرأت پیدا میکنن که مثلا برش برای شخصیت های دروغین و قاسبی که در صدر اسلام وجود داشته سریال بسازن اونها رو تطهیر کنن برای اونها احادیثی جعل کنن که سخن اونها نبوده و دستکم در دنیای فکری و تاریخی و ذهنی ایجاد تخریب بکنن و حتی اگه بتونن دوباره عملی های تروریستی خودشون رو هم مجددا سر و سامان بدن با استفاده از جذب هایی که از جوان ها انجام میدن که در پی همین تحقیر ها و تبیهات هایی که خود امریکایی ها و غربی ها مقصر و متهم اولش هستن با تشکر از سی سراج میردامادی روزنامه نگار ساکن فرانسه که با ما همراه بودن